سلام، به ولاگ دوم از بلاد فرانس خوش اومدید. سلام بابا. سلام پسر گل. صبحت بخیر. بچه ها ساعت چنده؟ ساعت گوشید گوشتون میز. 8 رو به ساعت 7 نیم شب منو بیدار کرده. و برنامه امروز صرفه، میریم یه روزای دیگه صرف بکنیم. در این برنامه به زور مامان بابا رو قرار شده برم. دیروز رفتم شمیم صرف کرد و امروز من میخوام مامان بابا یه خورده خسته شدم، میخواستم بمونم تو هتل و اینا. گفتم حیف است دیگه، من مثلا 5 ساعت اومدیم یه ذره برگردیم کل دیگه میتونم استراحت بکنم. تایم استراحت دارم، میخوام برم اون رستوران دیگه بهش نشون بدم. آقا 8 صبح واقعا که تور لیدرم تو سرش بزنی نمیبرد تو بیرون، یه شاپ شانس به زور فرام میتونه ببره. هوا امروز تنها حالتی که موج درست حسابی داره، نه حالا درست حسابی به نسبت این ساحل. اینم استند اپ پدالی میمونم که دیروز استفاده کردم، بابا کلی ازش فیلم گرفت، اینا خیلی جالب بود، من الان میذارم. ولی امروز روز جالبی خواهد بود. سوال که آیا میتونیم موجی خواهرم مود موجی گیری هستی؟ موجا رو میخوای چجوری میخوای بگیری؟ الان موج اومد 1 2 3. بچه ها رفتیم الان با شمیم یه اسپات پایینی بود که ببینیم واقعا سرف میکنن. دیدم سرف میکنن و به قولی چیزم میدن بردم دارن. بعد سریع مایین با شمیم برگردیم بریم خونه که شمیم لباسش عوض بکنه، منم مایینا رو بپوشم که سریع بتونیم بریم سرف کنیم، چون تا ساعت 12 بیشتر نیستن. یه خیابون رو دیرتر پیچیدم. اینو میشناسید این چی بود؟ پایین میدیدیمش. آره این قلعه رو یادم میاد. بچه‌ها میگم هی تو نقشه میدم چقدر داریم به خونه نزدیک میشیم. بعد یهو دیدم که بچه ها اون پایین سخت الان روی صخره هاییم. بچه ارتفاع این اون قلعه روی چیزه، روی صخره است. این الان من اون پایین بودم، الان تو آب بزنیم اونجا شب من یه صخره هم میبینم. بچه از جاده اصلی سفرمون رو نشون بدم، از جاده اصلی اونجاست، یه مسیر جدا میشه میاد اینجا و کمپرها. اینجا کمپینگ پلاتس نیست ولی پارکینگ استراحتیه، ولی شما میتونید توش بخوابید، یعنی میتونید چیزی بیرون بذارید ولی بعد خوابیدن کاملا جا هست. اون پایین الان هیچ معلوم نیست به خاطر من، ولی روی دریای آتلانتیکه. همچنین خیلی خیلی زیباست. این واسه سال دیگه شب اینجا بخوابید، پوسترت اینجا جنگل اتلانتیک. بچه ها اینجا نها کنید، دقیقا منطقه جنگی مال دیدی بوده، متحدی متفقه اینا تیمی بودن که از این ور به تیم متحدی حمله میکنن، آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه. دریا طوفانیه. Thank you.
بالاخره یه حرکتی کردم. آبا نمیارم اون بیارم نه خب موت رو برش رو میگرد نه همونجا. اینم اون قلعه است که از پایین معلوم میشه بچه تو عکسای جنگ جهانی، چون اینجا دیپه جز منطقه هایی بود که خیلی حمله میشه بهش و قشنگ تو اون معلومه، این معلومه و روی همین قطعه سنگا سربازا همینجوری ردیف افتادن رو زمین مردن تیر خوردن. انقدر ترسناک بود، انقدر ترسناک بود، خیلی اصلا نمیتونه آدم نمیتونه الان حرف بزنه راجعش، مورد بدنم سیخ میشه بخاطر اینکه واقعا غیر قابل تصور که اینا همه دیدن این قلعه، دیده این صحنه ها رو به الان تو این وضعیت خیلی حسای چی داره. سلام علیکم. سلام علیکم. دودورونه این بچه نبین چه جالبه، قاب عکس درست کردم، ملت میرم میشینن بعد مثل یه قاب عکس عمل میکنه. ماما اینا رفتن جلو که خیس نشن، ما هم بریم تو قلعه. در این صحنه شاهد ورود مامان و شهیم هستیم بر روی پل ورودی قلعه. میکنید بچه اینجا رو ببینیم چه حس عجیبی، چه قلعه ای ساختن فرانسوی ها اینجا، چه قلعه ای رو به دریا، پنجره دریا، اون موقع همچه قلعه ای اونجا باز می شده. وای چقدر بامزه است. از اینجا آقا رو مهم بریم جلو. در میای تو اونجا، در میای تو میای داخل و میپیچی تو این صحنه، این حیات خلوت قلعه است. اونور یعنی دریا پشت اینجا. بارونم ای با چه توپ کوچولویه بچه. وسایلش واقعا قدیمی هن، این هم وسایل قدیمی هایی که بودن هن. نگاه کنید این همین درختی که به دیوار چسبیده اینه ها، چه رفته بالا شده. این چقدر جاله بچه. من تو اینجا که به قولی کتاب متابو و چیزوی مربوط به قلعه میشه، اولا که این خیلی برای جلد تکر کرد از این تیر کمون اینجوری هاست، ولی تیراش این کاوچه های نرمه خیلی بامزه است. قشنگ درستش کردم. یکی این دو تیر کموناشه که سرش چوب پنبه زدن، اونا 10 یورو بود، اونا 14 یورو بودن. ولی کتاباش خیلی جالبه که همه میخواستن اینجا رو، از وایکینگ ها میخواستن و نمیدونم این مال میتلار، مال چیزه، مال جنگ صلیبیه، اینه هم چه، این مال مثلا عثمانی هاست، آخرش هم که جنگ چیزه، جنگ دیوه دیده یه. چیا؟ اینجا اگه تغییر کیفیت احساس میکنید مال گوشی باباه. بچه ها این کشتی رو نگاه کنید. خدا بیان چقدر جالبه. این وان آقای پادشاه بود احتمالاً. واقعاً کم مثلا اینجا سفر نرفتم من تو آرمان، ولی همچین سر این وقت دریارم دارین رو نگاه کنید دهنت خیلی قشنگ باز مونده. اون قایقه خیلی عجیب بود. عافیت باشه. آه قایق چوبی. صدای مرغای دریا که تو شهر همجی به پر پر میکنن. الان یه ذره مهی هم هست، بیشتر داره حسه.
سلام علیکم. باشه نه دیگه. اینو نشون دادی بچا ببین اینو ببینید. همونو اون صحنه رو به چرخی پشت اینه. چی باورش میشه؟ بعد اینور به چرخی اینه. اونه. اونه. به چرخی اینه. الان اینور رو به چرخی اینه. اینه. باریکلا. آوریکلا. دلقک پادشاه. بچه ها پرچم قرمز شد، یعنی کسی اجازه شنا نداره، ولی این پسره کایت آورده، میخواد کایت سرفینگ بکنه. نمیدونم فکر کنم اجازه شنا یا اجازه خیلی سخته چون سر هم تو آبه، اونم واسه سعی کنید حتی بیافه تو آب هیچیش نمیشه، پلاستیک همش. این الان موقعی که بیاد بالا سرش فشار باد صفر میشه، به شکم بس میشه. پاشو کرد توش الان بلند میشه، میداد اینجوری پرت میکنن کارت پایین، الان بلند میشه. نکن باش باش بلندش میندازه پایین میاد بالا، میندازه پایین میاد بالا، دقیقا همونجوری قشنگ باش سرف رو میکنی، میندازه پایین میاد بالا. نه آنچه قلقش دسته دیگه، این اصلش این با اون زاویه نگه داشتنشه. بوی شکره، بوی خود آره، به خاطر اینکه بوی چیزه، بوی بگو اینه که اینجوری پشمکه، بوی پشمکه. بچه ها اینجا رو ببینید، اومدیم اینجا یه اسکله خیلی کوچولوییه، نمچه کوچولو هم نیست، ولی خب چیزی که خیلی برای من جای تعجب کرد، الان زوم میکنم برای تو اونو ببینید، داره میچرخه. این چیزی که برام جالب بود چون اینا کشتی های یخدایی هستند که بهش میگن یخت به آلمانی، که با بادبان کار میکنه و خب جایی که باد زیاد داره و حالا احتمالا صفحه خورشیدی هم داره، ولی یکی از راهایی که داره توربین بادی مخصوص خودش رو گذاشته که داره ازش برق میگیره احتمال زیاد. چه حاله؟ آه اینجا رو نگاه. اوکی شمینه دیدی چیه؟ بدبخ آفتاب است. چیزی نیست جو دستمالیاشو بچه کلا خیلی مغازه عجیبیه، اصلا نمیشه درکش کرد. چه چیزای عجیب غریب داره اینا، پر از کره زمینه این تو اون جعبه. خب دوستان میدونید من عاشق لیوانا و اینجا ظرف آهنی هم هست، ولی چیزی که جذابه این لیوانای اسپرسو خوری کوچولو. آخه خیلی نازه شایم، اینا رو دیدی؟ اینا همش آهنیه ها؟ چی ها؟ نیا کنیم اینجا رو باید میفهمیم منظورم چیه. اینجا رو ببینید این قسمت فریده کال روشو کال روشو نیزی باست. بچه جیزسه سر به چقدر خیلی هم قدیمیه. بعد آره این صلیب چوبی هم هست، من صلیب چوبی این شکلی ندیده بودم، خیلی جالبه.
خیلی جالبه. بعد یه شیبی داره این شکلیه. بچه من اینه تا حالا نهیده بودم اینجا رو نگاه بازم بای یه تایر قدیمیه، ازشون کمربند درست کردم. قیمتش خیلی عجیبه ولی خیلی جالبه. کمربند از به قولی لاستیک دوچرخه درست کردم. خیلی باحاله. بچه این چیپس ها رو ببینید چقدر طراحیش قشنگه. اینجا بزرگترش بهتر نمیشه. نگاه کنید حتی این انقدر نازه. خیلی قشنگه. این هم همینطور. این هم همینطور. خیلی قشنگه. بچه من پاترول آبی رو دیدی؟ بچه من پاترول یه عمر اولین بار تو اروپا پاترول دارم میبینم. زردشو داشت. سرد. چه رنگیه. ما یه دیگه موقع تو هم خواست پاترول بگیری؟ پاترول میخواستیم بگیری؟ چیزی میخواستیم بگیری؟ آره. پاترول پشتی میخواستیم بگیری؟ آره. دقیقا همین دو درش هم هست. من گفتن کنن دو در بازه ناکو. بچه من این موجا رو دیدم خیلی دلم خواست. می‌خواستم برم اینا با اس پی بورد می‌تونم موج سواری کنم. شما فهمیدی که خواهر دادم چه ضرری زد به مهمان سرا موقعی که خواستیم بریم باید جریمه بده. چی شده؟ نشونش بده. آبی جوشیخ دست تو این چوله شده. بهش گفتم صبح نریزم. این کجه خودش. نه بابا شمی آب جوشیخ چوله شد. آره. این که بچه ها اینجا رو نگاه کنید. سایه خوشی میبینی؟ آره. واقعا واقعی نی اصلا کیکه خیلی علکیه. بعد دیدی خورشید یه جوری شده انگار بیزی شده. لحظه آخرشه.
بچه قلعه دقیقا همین بالا دیگه، ما از این بالا نگاه میکردیم به پای ماشین، دقیقا این پشت پارک کرده بودیم و اینم جایی که الان هستیم اقامت داریم. و یه چیزی که خیلی امروز صبح الان ساعت 8 صبح اومدم بیرون به برام جل تجدید میکنه، اون گل است که اون بالا در اومده واسه خودش. بچه از اینجا زیر آب همش چند ساعت دیگه اصلا اینجا نمیشه، من الان اومدم بالا رو دارم نگاه میکنم، یه چیز ترجمه شد این احتمال خیلی زیاد تیرخونه آلمان نازی بوده که رو به دریا شلیک کرده. داشتم نگاه میکردم 130 کیلومتر اون برتر انگلستانه، پدر ایرانی و مستندساز برتر. کلن رفت توش برش داشتن کلن رفت توش، فقط در حد اینکه پاشو بیاره بیرون و راه برد ازش استفاده میکنه، وگرنه کلن میره توش. موقعی هم که بخواد حرکت کنه از اون استفاده میکنه برای حرکت کرد. الان همین هم اینه. آره دیگه الان اینو میدازنش تو آب ببینو چی میشه. اومد بیرون. شلو برو چرا سایه نشه. خودش دفع کرد شهرم.